استقبال از هنر مدرن در آذربایجان وارد دوران تازه‌ای شده است. در دوران شوروی سابق هنرمندانی که دیدگاهشان با دیدگاه سیاسی غالب هماهنگ نبود طرد می‌شدند. احیای این هنر تا حدودی مرهون موزه هنرهای مدرن باکو است که میزبان آثار هنرمندان معاصری همچون رسیم بابایف است. یکی از هنرمندان دوران شوروی سابق رسیم بابایف بود که چندان محبوب دولت آن زمان نبود. علت این امر وقتی که آثار این هنرمند را می‌بینید معلوم می‌شود. او مردم را به گونه‌ای ترسیم کرده که در جامعه، یعنی در اتحاد جماهیر شوروی، نباید آنطور دیده می‌شدند. مقامات دولت در زمان برگزاری یکی از نمایشگاه‌های او اعلام کردند که تنها در صورت حذف چند تابلو امکان برگزاری نمایشگاه وجود دارد. و هنرمند در پاسخ آنها گفت: هر چه خدا بخواهد، اگر تابلوهای به این کوچکی دولتی به این بزرگی را میترسانند، بگذار حذف شوند. این موزه که در سال 2009 در باکو گشایش یافته 800 تابلوی هنر مدرن را در خود جای داده است. از جمله آثار هنرمندان برجسته آذربایجانی نظیر ستار بهلولزاده، بویوک آقا میرزاده، الویرا شاه دخت ینسکایا و طاهر سلاخوف. همچنین آثار برجسته جهانی از هنرمندانی چون سالوادور دالی، پابلو پیکاسو و مارک شاگال نیز اینجا به چشم می‌خورند. این موزه هر بار میزبان نقاشی‌ها و مجسمه‌های تازه است. در میان کارهای پرشمار موزه ما، آثار آیدا محمودووا، هنرمند آوانگارد آذری، بیش از دیگر آثار بازدید کنندگان را مجذوب می کند. او در آفرینش هنری از مواد غیر معمولی نظیر زغال و رزین و فوم استفاده می کند که به آثارش حالتی سه‌بعدی می دهند. بنای چند بعدی و پیچیدگی این موزه که حاصل کار ژان نوول معمار فرانسوی است، ملهم از آثار هنرمند آذری آلتای صادقزاده بوده. این موزه که محبوب علاقمندان هنر و گردشگران است، امروز به یکی از جاذبه‌های پایتخت آذربایجان بدل شده. اما باکو و مناظر پیرامون آن الهام بخش یکی از هنرمندان مطرح آذربایجان است. من وقت زیادی را در یکی از سواحل دریای خزر و در حاشیه باکو می‌گذرانم تا شاهد تغییر منظره در گذر فصول باشم. محلی‌ها در تابستان سازه‌های موقت زیادی را برای اقامت مسافرانی که راهی این منطقه می‌شوند برپا می‌کنند. اما با سپری شدن تابستان، طبیعت دوباره جای آنها را می‌گیرد و من تأثیر حضور انسان در طبیعت را بدون حضور انسانی تصویر می‌کنم. موزه هنرهای مدرن باکو که در یکی از محله‌های شلوغ شهر جای گرفته، قلب هنر نوی این کشور را در خود جای داده. هنری که در یک دهه گذشته روح تازه‌ای در کالبد آن دمیده شده است.